دو انفجار مرگبار در شفاخانه سردار محمد داوود خان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. و نقل از صفحه رسمی خامه پرس: انفجارها در شفاخانه سردار محمد داوود خان 15 کشته و 34 زخمی بر جای گذاشته است. رویترز به نقل از منابع امنیتی کابینه سرپرست طالبان گزارش داده است که در انفجارها و درگیری‌های امروز سه‌شنبه 11 عقرب در شفاخانه سردار محمد داوود خان 15 تن کشته و 34 تن دیگر زخمی شده اند. از سوی هم شفاخانه امرجنسی گفته است که تاکنون 9 زخمی از محل رویداد به این شفاخانه منتقل شده اند. این انفجارها چاشت روز سه‌شنبه 11 عقرب در شفاخانه سردار محمد داوود خان رخ داده است و تاکنون درگیری به شکل پراگنده ادامه دارد. گفته شده است که حمله کنندگان اعضای گروه داعشند و پس از انجام 2 حمله انتحاری در محوطه شفاخانه با نیروهای طالبان درگیر شده اند. تعداد مهاجمان 13 تن گزارش شده است. در تازه ترین ویدیوهایی که از رویداد فرستاده شده است، نیروهای طالبان گفته اند که کنترل ساحه را به دست گرفته اند. تا هنوز گروه داعش در این باره چیزی نگفته است. در همین حال طالبان میگویند طالبان به دارندگان شناسنامه های کاغذی نیز پاسپورت می دهند. رئیس الوزرای کابینه سرپرست طالبان در نشست شورای وزیران طالبان دستور داده است که روند پاسپورت تسهیل شود و با تذکره های کاغذی که اساس آن ثابت و مطمئن باشد نیز پاسپورت داده شود. شورای وزیران طالبان به وزارت های امور خارجه، امور داخله و ریاست عمومی استخبارات دستور داده شده است که به خاطر تامین امنیت هرچه بیشتر سفارتخانه های خارجی در کشور مطابق معیارهای بین المللی طرح خود را به این نشست ارائه کنند. رئیس الوزرای طالبان نیز تاکید کرده است که به ترویج پول ملی توجه شود و از ذخایر دولتی در ولایات و بنادر کشور حفاظت صورت گیرد. افزون بر این، هیئت بر رهبری وزارت امور داخله تعیین شده است تا از استفاده ارز خارجی در برخی از ولایات جلوگیری کند و برای ترویج ارز ملی به کابینه حکومت سرپرست طالبان طرح ارائه کند. این دستور مبنی بر توزیع پاسپورت با تذکره کاغذی در حالی از سوی حکومت سرپرست طالبان داده شده است که شمار زیادی از مردم که تذکره الکترونیکی نداشته اند نمی توانستند پاسپورت دریافت کنند. در همین حال یک عالم دین در حمله مسلحانه در ننگرهار ترور و 2 تن دیگر به دار آویخته شدند. منابع محلی در ولایت ننگرهار و شرط افشا نشدن نامهایشان گفتند که در 2 رویداد جداگانه در این ولایت 2 نفر دار زده شده و 1 عالم دین نیز ترور شده است. این منابع روز سه‌شنبه 11 عقرب گفت که اجساد افراد که به دار آویخته شده از کنار شاهراه جلال آباد تورخم در ساحه کارزیل یافته شده است. نقل از آنان این افراد که تاکنون هویتشان مشخص نشده و احتمالات شب گذشته به خطر رسیده باشند و اجسادشان در درخت آویخته شده باشند. همچنین در یک خبر دیگر یک عالم دین به نام عبدالواحد صبح امروز در منطقه عدی کابل شهر جلال آباد در یک حمله مسلحانه کشته شده است. و گفته منابع افراد مسلح زمان این عالم دین را هدف قرار دادند که او برای
ادای نماز صبح از خانه خود به طرف مسجد می رفت. هنوز مسئولیت این رویدادها را شخص و یا گروهی به عهده نگرفته است. در همین حال، آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد می گوید که واقعات قتل خبرنگاران در سالهای اخیر افزایش یافته است. سرمنشی سازمان ملل متحد در توییت گفته است که تنها در سال گذشته 62 نفر از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در جهان کشته شده اند. گوتریش نگاشته است در سالهای اخیر قتل آن عده از کارمندان رسانه‌ای افزایش یافته که از فساد اداری، قاچاق و دیگر تخطی‌های بشری گزارش تهیه می‌کردند. در ده واقعیت تقریباً نوع آن تروریست که عاملان بدون مجازات می‌مانند، بر علاوه این خبرنگاران با تهدیدهای زیاد دیگر چون اختطاف، توقیف و آزار و اذیت هم روبرو می‌شوند. آقای گوتریش می‌افزاید که هیچ جامعه بدون فعالیت خبرنگاران آزاد باقی ماندن نمی‌تواند، زیرا آنان از تخطی‌ها گزارش می‌دهند و واقعیت‌ها را با مقامات در میان می‌گذارند. ملل متحد از کشورها خواسته تا عاملان خشونت علیه خبرنگاران باید مجازات شوند. افغانستان نیز یکی از بدترین کشورها برای خبرنگاران و کارمندان رسانه هاست. با تسلط طالبان در افغانستان، وضعیت کار خبرنگاری با دشواری های زیادی روبرو است. در ماه‌های پسین، ده‌ها رویداد خشونت علیه خبرنگاران و ثبت رسیده، اما تا کنون مرجع خاصی به آن رسیدگی نکرده است. در همین حال، صالح از اشرف غنی خواست تا نوارهای گفتگوهای صلح با خلیلزاد و دیگر مقامات خارجی را منتشر کند. امرالله صالح از اشرف غنی خواست تا نوارهای گفتگو با خلیلزاد و دیگر مقامات خارجی مرتبط با روند صلح را منتشر کند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما باخبر شوید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.